بیا. خیلی احتیاط کن زاهده، مراقب نباشی حکم مرگ خودم را به دستت سپردم. چرا از زندان نمی گریزی مختار؟ نکند آش پخته زبیریان به تو ساخته؟ تا که می خواهی صبر کنی به التفات پسر اون من، بلکه به عجز و آه صفیه توجه کند و واسطه ی آزادیت شود؟ این بازی آخر است زاهده. از زندان فرار کنم، زبیریان از خروجم خبردار می شوند. عالم و آدم می فهمند چه در سر دارم. دشمنان علی با قتل عام توابین در این الورده بر این باورند که خطر شیعه دفع شده. بر این باور بمانند به نفع همه ماست. شکست بال عین الورده تنها اشتیاق به دیدار دوباره میتواند قلب های چاک چاک من را التیام بخشد. سلیمان مسیب بنوال و بنصد نمرده، آنها در هیئت خورشید تا قیام قیامت هر روز سپید دمان طلوع میکنند، نقمه می شوند و در گلوی چکاوکان می خوانند. اگر ما هم در دیانت و اخلاص هم ردیف آنها بودیم، بال عروج من نمی شکست. هنوز راهانی هست که نرفتیم، شنیده هایی هست که نشنیده ایم، حرف هایی منده که نزده ایم و دیدنی هایی که ندیده ایم. توابین از این پس تکلیفی مضاعف دارد. ما باید تقاضی خونهای کربلا و عین الورده را با هم بستانیم. اکنون به دیار خیش باز می‌گردیم. زمان باید تا این نقل شاخ و برگ سوخته دوباره احیا شود. ادامه نهضت توابین منوط به تجدید قواست. رابطه ما با شما در بسته مثنا بن مخربه و در مدائن بن حذیفه، اخبار ما توسط ایشان به شما خواهد رسید. بروید، بروید نفسی چاک کنید و جانی دوباره بگیرید تا بعد. درود بر مجاهدان تن خسته و دل خسته عین الورده. حامل نامه‌ای هستم از ابو اسحاق مختار ثقفی. مختار؟ خدا از سر تقصیراتش نگذرد. اگر مختار به کمک توابین آمده بود،
چه بسا سرنوشت جنگ اینالورده دگر میشه. درود بر شیر مردان بیشه اینالورده. درود. باد اوصاف دلیری هایتان را به بوش عالم و آدم رساند. شاعران واژه کم آوردن و حماسه سرایان حیران حماسه هایتان شدند. درود بر شما. شرم‌آور است. چه نوشته رفاه؟ مشتی اکازی ما را به بیعت با خود دعوت کرده. بریده باد دستی که به بیعت با مختار دراز شود. رفاه، به خدا قسمی نادلانه نیست. یک طرفه به قاضی می روید. مختار یک لحظه از فکر قصاص قاتلین حسین غافل نشده. شما راه نجات را در نثار خون خود می دیدی و مختار در ریختن خون شیاطین لعیم. مقصد یکیست و راه دوتا. آی عجمی زاده، خیال میکنید توابین کورکورانه و به قصد خودکشی به میدان اینالورده شتافتند؟ ما تا پیروزی یک قدم فاصله داشتیم. آن یک قدم مختار بود که نبود. با غیرتی که در مختار سراغ دارم میدانم علی‌رغم مخالفتش با شیوه سلیمان خود را به میدان اینالورده میرساند. اگر در بند قل و زنجیر زبیریان نمیشد. یعنی مختار در بند بوده؟ هنوز هم در بند است. چرا؟ چرایش را از عامل زبیریان بپرسید. همان روز که نامه سلیمان به مختار رسید نیمه شبش به خانه مختار ریختن و او را به بند کشیدن. با این حساب بر مختار حرجی نبوده رفاه. مکار بن یزید است که اظهار دوستی با شیعیان علی میکند و از پشت خنجر میزند. پس من مختار را به جرم مخالفت با آل زبیر زندانی کردم. می توانیم به زندان کوفه حمله کنیم و مختار را نجات بدهیم. نه مسنا، اخبار خروج مختار باید پنهان بماند. پس تکلیف مختار چه می شود که زندانی است؟ اگر اخبار قیام مختار لو نرود و پوشیده بماند، زبیریان مدرکی ندارند بخواهند مختار را در زندان نگه دارند. وقتی زندانیش کردند مدرکی داشتند؟ آنها مختار را زندانی کردند که به کمک توابین نرود. یعنی چه کیان؟ بنیازید خوش نداشت توابین فاتح اینالورده شود. او حضور توابین در کوفه را خطری برای حکومت آل زبیر می دانست. می خواست آنها شکست بخورند تا در کوفه قدرتی نداشته باشند. سبحان الله. پس چرا ابو اسحاق در این باب با مرحوم سلیمان سخن نکرد؟ چرا ما را از قصد و غرض زبیریان آگاه نکرد؟ این هم نیرنگ بن یزید بود که با لطایف الحیل بین مختار و مرحوم سلیمان جدایی انداخت. با این حساب خون شهدای اینالورده به گردن بن یزید خائن است. سیاست از این ملعبه ها فراوان دارد رفاه. برای همین ابو اسحاق معتقد است که به سیاست باید با سیاست بازان پیکار کنیم. به ابو اسحاق بگو توابین با تو هستند. چه نوشته؟ از من و تو آزادی مختار را خواسته. بیا خودت بخوان. چه کنی؟ نمیدانم. به نظر من نباید مختار را آزاد کنیم. تو میتوانی روی پسر عمر را زمین بیاندازی؟ من که نمیتوانم. خلیفه زاده از ما آزرد خاطر شود بهتر از تا خلیفه برنجد. آزادی مختار یعنی همان دردسرها و دلواپسیهای گذشته. مختار آزاد شود آرام نمی نشیند.
علل خصوص که زندانی هم شده و زخمی است. من فکر بکنم با شکست توابین در عین الورده، بال و پر شیعیان شکسته، بادشان خوابیده و فهمیدن بدون حمایت آل زبیر نمیتوانند حریف مروانیان شوند. پس ناچارند با ما کنار بیایند. جواب خلیفه را چه میدهی اگر مختار را آزاد کنیم؟ خلیفه چرا باید ناراحت باشد وقتی که مختار کاری به کار آل زبیر ندارد؟ تو مطمئنی مختار علیه آل زبیر دسیسه نمی کند؟ تا به حال که نکرده؟ بیا مختار را به حیله بکشیم و از شرش خلاص شویم. لعنت خدا بر شیطان رجیم. چقدر به سقف ظلم میزنی؟ تیزی نگاهت سقف را سوراخ کرد. پرخیز، صبر و حوصله‌ات حرفت را به کرسی نشاند. آزاد شدم. ظاهراً پشتت به کوه بند است. من که باورم نمیشد حنای پسر عمر پیش آل زبر رنگی داشته باشد. نامه خلیفه زاده کار خودش را کرد. قطعاً بن یزید در باب توصیه پسر عمر با بن زبیر شور نکرده و نه حکم آزادی من و حکم مرگ خودش را مهر نمی‌کرد. آمدن تا از تو قول بگیرن که دسیسه نکنی و بیعت نشکنی. از قرار معلوم نوه طلعت الخیر با آزادی تو مخالف است. اما بن یزید دماغش را سوزانده. مراقب باش تو دیگر جایش را نسوزانی. تا حرام لقمه رایش را نزده به جو. پایت به بیرون از زندان برسد کسی به گردت هم نمیرسد. شال و قبا کن برویم. علیکم السلام. چشمانم به ظلمات خو کرده، تیره و تار میبینم. ورنه به دیدار اهل معرفت در سلام پیشی میگرفتم تا ثوابی دو چندان ببرم. مختار، با کسی که بنا دارد حیثیت و اعتبارش را گرو گذاشته تا تو از بند آزاد شوی و با آغوش زندگی بازگردی، رو راست باش. میدانم آزاد کردن تو اسباب زحمت من خواهد شد، اما چه کنم؟ کسی آزادی تو را از من خواسته که خاطرش برایم عزیز است. امیدوارم اقدامم را ارج نهاده، مادامی که در کوفه این، بر علیه آل زبیر در کوفه اقدامی نکنی و آبروی ما را نبری. خیش در شیار زمین هایم جا مانده و زراعتم از بی صاحبی خشک شده. قول می دهم شمشیرم از غلاف بیرون نیاید الا برای تراشیدن دسته پیل یا هرس کردن درخت. می خواهم عمر تلف شده را در قد کشیدن نهالی یا جوانه گندمی به تماشا بنشینم و باقی مانده ی زندگیم را وقف اولاد کنم. برو مختار، برو. تو آزادی. بخشی از عمر مانده را هم صرف بچه یتیم های توابین کن. کین توزی ها و اداوت ها ثمری ندارد جز ازدیاد بچه یتیم های گوفه. آزادیت مشروط است مختار. مشروط به چه؟ باید دست بر کلام الله بگذاری و قسم بخوری که بیعت نشکنی.
و علیه آل زبیر دسیسه نکنی و اگر قسم بشکنی باید 1000 شتر در مکه قربانی کنی و همه مملوکاتت را که چه زن باشند و چه مرد آزاد کنی. را از بند آزاد کرده اید؟ بله، مختار آزاد شده. چرا؟ من باید به تو جواب پس بدهم پسر سعد. کی به شما اجازه داده روز روشن به دارالحکومه مسلمین داخل شوید؟ مگر قرارمان نبوده که در خانه‌های خرابتان بنشینید و هر نوع رابطه دوستی بین خودتان و ما را انکار کنید؟ امیر، حکم آزادی مختار یعنی حکم مرگ خودت و ما. این بود سیاستی که مولای درزش نمی رفت؟ می دانم مختار نباید آزاد می شود. کسی آزادی مختار را از من خواست که خاطرش برای همه ما عزیز است و حرمتش واجب. شما فرماندار پسر زبیر هستید یا فرماندار پسر عمر؟ آزادی مختار یعنی فتنه، یعنی آشوب، یعنی جنگ. شما چرا به توصیه خلیفه زاده گوش کردید؟ چون گوشهایم مال خودم نبود، پر بود از ابهت و عظمت خلیفه‌ای که عرب را بر عجم و ترک و تاتار و روم و زنگی و هندو مسلط کرد. درست است که خلیفه زاده سیاست را رها کرده، اما سیاست او را رها نکرده. یزید که یزید بود و هیچ خدایی را بنده نبود، در برابر عبدالله بن عمر تسلیم بود. امیر، قبول کنید که آزادی مختار برای هر حکومتی در عراق خطر است، چه اموی باشد چه زبیری. مختار خیال برپایی یک حکومت علوی را دارد، مجالش بدهید رویایش را عملی می کند. مختار تا دیروز خطر بود شمر، زین پس دست بی صدایی است. با معدوم شدن رفقای توابش او هم فلت شده. از طرفی ما قرآن را وجه المصالحه قرار داده ایم، قسم خورده شرارت نکند. پس مختار را نشناخته اید؟ او برای رسیدن به تاج تخت خیالیش قرآن را که هیچ، صاحب قرآن را هم انکار می کند. اگر توابین زعیمی مثل مختار داشتند، عین‌الورده را گورستان مرمانیان می کردند. مختار خدای سیاست و نیرنگ و جنگ است. من بارها و بارها مغلوب او شدم. شک نکنید که شما هم مرتکب خطای بزرگی شده اید. فردا که این افعی دهان باز کرد و شما و تختتان را بلعید، آن وقت می فهمید که مثقال سیاست بلد نیست. کافی است عمر سعد. کافی است. روزی که در پی صید مروارید ری بودی و در دریای خون شنا می کردی، باید به فکر نهنگش می بودی. روز چنگ انداخته ای به قبای من و هی فریاد می زنی که جنده است. قبای جنده ارزانی خودمان. ما بلدیم با همین سیاست الکنی که بلدیم خود را نجات دهیم. تو برو به استخوان‌های دخیل ببن که در صحرای کربلا دفن کردی. اهل بیت پیامبر رحم و مروتشان بسیار زیاد است، شاید که از کام افعی نجاتت دهند. مشرف، در ضمن ما در خفا توافق کردیم قرق را نشکنید و از غارهایتان بیرون نیایید. من تعهدی ندارم جان امثال شما را ضمانت کنم. آه.
خیلی. باطل ماله پابرهنه هاست، ماله بی پدر مادره، ماله جده گسته ها، نه ماله شما که خودتو گاز میخوایید و بر پرکو میخوابید. گریه پدر باز یعنی شده. گریه نکن عمرم، نه ترس گلم، پدرتو نقاطش ترخ است، حتما یکی سر دو مشال لگت کرده، دماغش رو سوزانده. پدر که دوم ندارم، دماغش هم نسوخته. همون جنی شده نازنی. شما بروید داخل اتاق تا من جنش را بگیرم. اه بچه های کوچه ما رو مسخره میکنند و با ما بازی نمیکنند. داخل حیات بازی میکنیم، پدر دعوا میکند، حفظم که بیرون میرود من رو با خود نمیبرد. آخه من چه کار کنم؟ حسلم سر رفته. بجدل بجدل بجدل، دروغ میگویم؟ به ما چه مربوط پدر ما یزیدی؟ خفش رو کل خور. خوشم باشه، خوشم باشه. بچه ادب کردی؟ این طول سگا ملک عذاب منن. مخت تکان خورده، چرا پایت رو تکان میدهی؟ دیوانه شدم، دیوانم کردید؟ اینم شد زندگی؟ در داخل خانه خودم باید همان مزخرفاتی رو بشنوم که برد زبان عده‌ای بی سر پاست. دست مریزاد بانو، عجب خانه امنی برایم ساخته. این خانه امن بود، تو ناامنش کردی. من باید طلبکار باشم نه تو. بله بایدم بانو طلبکار باشد. در مطبخ خانهش بره بریان نمی شود، مخمل و حریر و حله یمنی نمی پوشد، گردن آویز گوهر و خلخال طلایش فراهم نیست، کنیز و مشاته ندارد. آخیش ببینم که بانو خاکستر نشین شده و بس که سر در تنور کرده جزخاله شده. من دختر کپر نشین رعیت نبودم شاهزاده، من کوشک نشین بودم شبی که به طلبم آمدی، یادت نیست؟ بس کن جاریه، تو یکی داغم را تازه نکن. این تویی که زندگی را به کام من و خودت و بچه هایت هلاهل میکنی. باز مختار از زندان آزاد شد، کابوس بر خانه ما خیمه زد. عمر، کوفه جای ماندن نیست. تو از این شهر و این مردم چه خیری دیده ای که دو دستی چسبیدی به این خراب شد و از آن دل نمی کنی؟ یادت رفته زنان کوفه با چه خفتی از مسجد کوفه بیرونت کردن؟ سنگ و چوبت زدن؟ توف و لعنتت کردن؟ چرا از کوفه نمی رویم؟ کجا برویم زن؟ همه مایم که من در این خراب شده است. عمر بیا برای مدتی به شام یا حجاز برویم تا اوضای کوفه آرام شود. ملک و املاکت رو بسپر به دست یک امین تا وقتی برمیگردیم نگهداری کنن. این مردم آنقدر دزد و گرگن که تا پای از کوفه بیرون بگذاریم همه را مصادره میکنن. تو که جانت به ملک و املاکت بسته است چطور میخواستی بری بروی؟ تو چرا خودت رو به نفهمی زده ای جاریه؟ قصه ری فرق میکند. تازه چرا باید از کوفه بروم؟ کوفه ملک فقه کدام پدر سوخته ایست که من قسمش کردم؟ قرار است در کوفه چه بشود؟ قرار است مختار و امثال هم چه غلطی بکنند؟ توابین با آن همه های اوی چه شدند؟ از کوفه برویم؟ از کوفه بروم که بگویند پسر سعد به کیشی زهره آب کرد و مثل شغال دوبش روی گولش گذاشت و گریخت. شده حفظ؟ این چه ریخت و قیافه ایست؟ چه به سر خودت آورده بچه؟ بچه نه ضعیفه، منم حفظ ابن عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، پسر سردار قادسیه، نوه فاتح ایران. خب
خوبه خوبه شطور شطور لقب بار کن تا هرچه دوست و حرامی و قارتیست به جانت بریزند و این تو راش و لاشت کند. همش تقصیر توست که از بستن شمشیر منم میکنی. با که دعوا کردی؟ با هر کی به پدرم اهانت کند. شمشیر داشتم کاری میکردم که حمال بچه های کوفه وقتی پسر عمر سعد را ببینند خودشان را خراب کنند. پسرم؟ بله پدر. چی شد که دعوا کردی؟ با اوریان رفتیم شست ماهی بگیریم. شش هفت بچه صیاد با گردن کلفتی جلوی ما در آمدن که اینجا پاتوق ماست، حق ندارید ماهی بگیرید. اوریان ترسید، خواست برگردیم. من جلویشان ایستادم. پاتوق یعنی چه؟ شط مال همه است، مال خداست. جر و بحث مان شد. اوریان از دهنش پرید که میدانید با که طرفید؟ این پسر عمر سعد است. کسافت ها قهقهه زدند و مسخرم کردند. یکیشان به شما فوش داد، من هم زدمش، ریختن سرم. چه فوشی داد؟ بهتر است نشنوید پدر. فوش خیلی بدی داد. طوری که نشدی؟ نه، چیزی نیست. خون دماغ شدم. سرم هم کمی شکست. اگر اوریان فرار نمی کرد، لط و پارشان کرده بودیم. من یکی بودم، آنها هفتا. حیف که شمشیر نداشتم. زین پس هر کجا رفتی شمشیر حمایل کن. با کوفی جماعت تنها باید با زبان شمشیر سخن کنی. میخوای چه کنی؟ میخوام حکم عزل والی کوفه را بنویسم. تا کی میخوایی به این نامه بازی ها دل خوش کنی؟ چرا سرت را مثل کبک زیر برف کرده یا دوربرت را نمیبینی؟ امروز کوفه از یزید و دار و دستش بیزار است. تو شمر و رفقایتان منفور اهل کوفه اید. بچه های کوفه هر روز شکلک های شما را بر سر چوب کرده و دوره میچرخانند و شعر میخوانند. اگر امثال تو شمر پیش زبیریان اعتبار داشتید خانه نشینتان نمیکردند. تو در خانه خودت زندانی هستی عمر. چرا باور نمیکنی؟ به خدا قسم چاره کارمان کوچیدن از کوفه است. جاریه، اگر گردباد هم بیاید نمیتواند مرا از کوفه تکان بدهد. حال توی بگو. مردک شده گاو نهمنشیر. سطل شیر پر از ظفر را با یک رکت چپه کرد. بنمتی تا مهر حکمت خشک نشده خودت را به کوفه برسان و ختم قائله کن. خدا کند دیر نشده باشد. هنوز راه نیفتاده خودت را باختی؟ کوفه میدان مخوفی است. حق بدهید که نگران باشم. در کوفه سیاست و شمشیر باید توأمان باشند، وگرنه حریفش نمی شویم. فدوی از همان بد و امر با رفتن بنیزید به کوفه مخالف بودم. خیلی اهل سیاست بازی. این که سیاست نیست، لنگ دراز شده پسر عمر است. مدعی است که در سیاست و حکومت دخالتی ندارد، اما با برخی از والیان ما مکاتبه می کند. نامه نوشته، الله اکبر، حکم داده. و یک والی ابله مثل بنیزید شده بله قربانگوی او. حکمش را می‌گذارد روی چشمش.
توف بر این همه بلاحت، توف بر این همه سفاحت. باید این لنگ کوتاه شود. بموتی تو با مختار رفاقت دیرینه داری؟ خب سعی کن خودت جلبش کنی و بلتهای فلحیل مثل سلیمان و دار و دستش روانه ملکوتش کنی. در ضمن کوزه بندی هم به شمر و عمر سعد بزن. وصله ندارم هر روز قاصدشان روانه مکه شود. سرشان رو با آخوری بند کن، البته طوری که مردم جریه دار نشوند. به مرحمت شما. شما چطورید؟ دعاگوی مشاکر. این طرف ها عبدالرحمن. توفیق باشد مشرف می شویم به عمره. عمره؟ آن هم در ایامی که کوفه نیاز مبرمی به نامدارانی چون شما دارد. فریضه واجب را رها کرده ادای مستحب می کنی؟ برای شما که سیاست را فریضه واجب می‌دانی، کوفه پر از تکالیف واجب است. نه برای ما که سرمان به زراعتمان بند است. به چه می‌خندی بنوتی؟ به دم خروستان که پیداست. کو این دم خروس صاحب؟ راه کوفه از این سوز، شما از مدینه می‌آیید. به زیارت مدفن رسول رفتیم تا ثواب عمره من دو چندان شود. به جایش خنده دار است. بگو مشرف شده بودیم به محضر سجاد تا در باب تکاریف سیاسی استفتا کنیم. خب نظرشان چه بود؟ دیرم این طور باشد که می فرمایید خلاف شرع کرده ایم. ابدا ابدا، کار بسیار به جایی کرده ایم. عمر مشرف شدی، سری هم به عموی جناب سجاد بزنید. شنیدم زین العباد عمویش رو در امور کوفه وکیل قرار داده. تو با این خدم و خشم عزم فتح کجا رو داری؟ عازم کوفه هم بن شوری.
با حکم امارت کوفه. خب این هم تکلیفی است که خلیفه بر دوش من نهاده. پس بن یزید تو زرد از آب در آمد، حتما حمایتش از توابی خلیفه را عصبانی کرد. نه عبدالرحمن، نه، حمایت از توابین باور خلیفه است. یا للعجب، تو که بیشتر از من اهل بزله ای. از بازی روزگار خنده هم میگیرد بنشوره. وقتی حکم امارت رو به دستم دادند یادم افتاد که تو جزو اولین کسانی هستی که باید سیبیلشان را دود بدهم. حیف. قصد اقامت طویل المدت در مکه را چه نداری؟ در کوفه آنقدر مشغله مهمتر از من داری که حسابی سرگرمی. ما میتوانیم با خیال راحت زیارتمان را بکنیم و با فراغ بال برگردیم. بیا، منتظرت هستم. راستی از رفیقمان چه خبر؟ اگر خدا را میگویی که به نظاره نشستی، اگر شیطان را میگویی که شما خودتان بهتر واقفی. خودت را به آن راه نزن. من و تو جز خدا و شیطان رفیق ثالثی هم داریم، نامش ابو اسحاق مختار است. مختار یا در زندان است یا در میدان. ظاهراً بن یزید راه را برایت هموار کرد. شنیدم مختار را زندانی کرد. مختار وقتی که باید در میدان باشد زندانی است و وقتی که باید زندانی باشد در میدان است. از قرار معلوم خیلی وقت است از کوفه بی خبری. بن یزید مختار را آزاد کرد و خودش را زندانی. این وسط من هم که محلل شدم. من کجاییم ابو سیف؟ نزدیکی های زیغاری رو. صحرای مهیبی است. من در حیرتم مختار چگونه یک تن از این صحرا جان به در برده. جسارت هست امیر، مختار به اجنه میماند تا آدم. سلیم، هنگام جدایی است. ما در بصره غریبیم عبدالله، کسی را نمی‌شناسیم. به جناب مصعب نوشتم مراقبتان باشد تا احساس غربت نکنید. مطمئن باشید در بصره خوشنشینید. اهل بیت بسیاری از رجال با نفوذ دولت بنی زبیر ساکن بصره. شما می‌شوید گل سرسبدشان. ما هم در کوفه جای پا محکم کنیم، به دیدارتان میاییم. تو حکم امارت در کوفه داری، چرا اهل حرمت نباید تا کوفه همراهتان باشند؟ امارت من در کوفه مشروط به مهار کردن مدعی خطرناکی مثل مختار است. تو که با مختار کهنه رفیقی. بله بله، من و مختار از بچگی رفاقت داشتیم، ولی فلحال رقیب همیم. رفاقت هرچه نزدیکتر باشد رقابت بیشتر و سخت‌تر می شود. رقابت در امارت نوعی جنگ است. برو ام سلیم، برو. برو و دعا کن رفاقت من و مختار باعث شود تا به خون هم طمع نکنیم. برو به سلامت. Thank you.
چرا ورچه ورچه میکنی به این موتی؟ نشیمنگاه ناراحتی است. تو سوارش میشدی راحت بودی؟ خیر، به کرات کپلم رو گزیده. برای همین است که اینک ما پیاده هستیم و شما سواره. مواظب نشیمنگاهتان باشی. وقتی دلیل ورچه ورچه ام را میدانی چرا میپرسی؟ خواستم مطمئن شدم که اشکال از من نبوده. این مرکب فی نفسه گزنده است. باید سحر و جادو بلد باشی تا بتوانی مهارش کنی. صحیح، با سحر و جادو میشد حکومت کرد که زالها و عجوزه ها با اوراد عجیبشان اکنون بر میت خلافت نماز میخواندند. کسی در کوفه جادو ندانه؟ کلاهش پس مرگه است. تو سیاس خوبی هستی بنیازید و طبعا جادوگر خوبی. حکومت کردن سختتر از جادوگری است. گاه عصای موسی را هم در دست داشته باشی کفایت نمی کند. در حکومت اموری هست که فقط با شمشیر کج راست می شوند. بروید و خود را برای سفر به مکه مکرمه آماده کنید. این یک فرمان حکومتی است؟ چطور؟ میخواهم بدانم. بله میخواهم بدانم. اگر دستور خلیفه است که به مکه برویم، به دیده منت میرویم. اما اگر دستور شماست، اجازه بدهید مقصد بعدی را خودمان انتخاب کنیم. اگر مخیر به انتخاب باشید کجا میروید؟ جایی جز مکه. نکند مکدر شدید از اینکه خلیفه ما را جایگزین شما کرده؟ خدای نکرده قصد پشت کردن به آل زبیر را چه نداری؟ داری؟ هرگز. ما به شرط داشتن منصب با آل زبیر بیعت کردیم. تکلیف شرعی وادار به بیعت من کرده. مادام که خلیفه باشند ما باشیم، بر عهد و میثاق استواریم. من که شخصا خسته هستم و میخواهم چندی دور از بازی سیاست باشم. ابراهیم را نمیدانم. من میخواهم به مدینه النبی رفته و مجاور مدفن النبی شوم. میل میل شماست. بنیازید شما نیز هر کجا را اراده فرمودید ما را در جریان قرار دهید تا اسباب راحتی سفرتان را فراهم کنید. و تو بن مضارب، کوفیان را به مسجد بخوانید. شرعاً و عرفاً باید حکومت را از مسجد کوفه و منبرش آغاز کنیم. یا ایها المسلمین، سوگند به خدایی که شریک ندارد، سعادت شما در اتفاق است نه در نفاق. ما همه خدای واحد داریم، پیامبری واحد داریم، قرآنی واحد داریم، قبله‌ای واحد داریم و ایزن دشمنی واحد. بعید است امروز در کوفه فرقه‌ای پیدا شود که به فسق یزیدیان و مروانیان معتقد نباشد. اگر هم معدودی باشند، گمند، منزویند. شما عاملین یزید را از کوفه بیرون راندید، اما خطر دفع نشده. به نام مروانیان ظهور کرده به سمت شما می آیند. همانطور که می دانید مروانیان به محض تسلط بر شامات بن دلجه را با سپاهی روانه حجاز کردند و بن زیاد را روانه عراق. عبدالملک مروان به بن زیاد وعده کرده که اگر بر کوفه مسلط شدی، اگر بر کوفه مسلط شدی، سه شبان روز ناموس کوفیان بر تو و لشکریانت حلال است. دخیلک یا الله، دخیلک یا الله، دخیلک یا الله، دخیلک یا الله. برادران دشمنم بو هست و مجهز. اگر دست دسته شوید و هر دسته با رأی و نظر خود به مقابله مروانیان بروید، ظفر نیابید.
چونان توابین که مغلوب شدند و خونشان در عین الورد ریخت و خدایشان بیامرزد. علی حال امیر مؤمنان مرا به سوی شما فرستاد تا لشکرتان را فراهم سازم و از سرحدات شما حراست کنم، خراجتان را بستانم و سهمتان را بپردازم و مازاد خراجتان را به رضایت خودتان و به سنت خلفای راشد برای امیر مؤمنان بفرستم. با هر کس که یاریم کند دوست و برادرم، با اهل فتنه دشمنم. عصیانگر و نافرمان را بشکنم و منحرفین و گمراهان را در بند کنم. این کمان شیوه بنزیاد است امیر. هنوز خطبه هم تمام نشده صاحب. دور باطل تمامی ندارد. آنچه تا به حال فرمودی تکرار مکررات بود است و تناقض. این مردم موعظه بسیار شنیدند. امیری میخواهند که اهل عمل باشد نه اهل حرف. سخن شیطان از زبان مرد فاضل و با درایتی چون صاحب ابن مالک اشعری شگفت و شنیدنی است. البته در فرصتی که بخواهیم دفع الوقت کنیم. من از قتلگاه عین الورده میآیم شیخ. فرمودید به زبان شیطان سخن میکنم. بعید نیست. بشر جایز الخطاست. ما همه در معرض وسوسه های شیطانیم. بلاشک اگر من هم شیطان نفسم را کشته بودم از یاران توابم عقب نمیماندم. شما هم که نقاب ایمان بر چهره داری و بر منبر رسول الله نشسته ای باید از شیطان بترسی. البته البته این سخن سخن حق است، سخن خداست. صاحب این قسم مطالب هدایتگر است. هر چه میخواهد دل تنگت بگو، به گوش جان میشنویم. شاید همه سخنانم به مذاقتان خوش نیفتد، اما اگر طالب حقیقت باشید هدایتگر است. توابین به تکلیف دینی خود عمل کردند. اگر حاکم وقت کوفه از کمک کردن به ایشان مزایقه نمی کرد، آوردگاه عین الورده امروز مقتل مروانیان بود نه مقتل توابین. اگر بنیازید واقعا می توانسته به توابین کمک بکند و نکرده، خدایش نیامرزد که گناه کرده. بنیازید کمک نکرد چون سیاست آل زبیر است که شیعه در کوفه ضعیف شود و در اقلیت بماند. میخواهند شیعه را گروه گروه به مصاف مروانیان بفرستند تا اقتدارش را در هم شکسته و نابودش کنند. این سخن غلطی است. موافق نیستم صاحب. اگر به خطبه هم خوب گوش میکردی عرض کردم همه با هم به پیکار خصم میرویم، نه گروه گروه و نه خود سر و خود رأی. اگر توابین به عین الورده نمیرفتند، شمشیر آل زبیر پشت گردنشان بود که چرا نمی روید؟ چه سخن تفرق افکنانی است؟ خدا لعنت کند کسی را که قصدش تفرق افکنی است. آمین یا رب العالمین. شما قصد جنگ دارید؟ عزم جزم کنید، لشکر راه بیندازید، شیعه هم پشت سرتان است. نه خیر، نه پس و نه پیش. دل از بدبینی پاک کنید تا همه در کنار هم جهاد کنید. اوضاع وخیم‌تر از اون است که فکر می‌کردم. اهانت به خلیفه آن هم در ملای عام، یعنی پی کردن شطور لوک زبیریان در کوفه. بنیازید حکومت نکرد، بازی کرد. مثل بچه‌ها که حکومت بازی و شاه بازی می‌کنن. جسارت از همین کوفیان روی خوش ببینن سوار ما می‌شن. شما بیش از حد صبورید و خوش. اوقاتم از دست خودم خیلی تلخ است. تو تلخ‌ترش نکن عیاض. در سیاستگاه با یک لبخند میتوان به اندازه یک لشکر فتوحات کرد. مجبور بودم بخندم. نمیخندیدم متوجه وخامت اوزان نمیشدم. صاحب از یاران نزدیک مختار است. سرنخ همه این گستاخی ها به مختار میرسند. مختار نباید آزاد میشد. اخبار مبسط دارم پس از آزادی با زعمای شیعه مذاکره کرده و در خفا برای خودش بیعت گرفته. زندانی کردن مختار اشتباه بود، اما آزاد کردنش اشتباهی بزرگتر. خدا بکشد بنیازید را بی خود و بی جهت از مختار یک قهرمان ساخت.